سلام و به یکی دیگه از برنامه های نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی بسیار خوش اومدید. میلاد رسای منش هستم به همراه دوست و همکار بسیار عزیزم عطیه نیک نفس. طبق روال هر هفته این برنامه رو ما ضبط میکنیم و به شما عزیزان تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه همراه ما بمونید و بعد از طریق کامنت ها و نظراتی که به دست ما میرسونید در محتوایی که در این برنامه خلق میشه مشارکت بکنید و به ما برای بهبود برنامه هامون کمک بکنید. دوستان، این هفته استثنان من برنامه رو شروع کردم و پا تو کفش عطیه کردم. مجری من هستم، به این دلیل که سمیناری در شهر لندن به ابتکار مریم نمازی، بنیانگذار نهاد اکس مسلم در بریتانیا و یکی از چهرهای شناخته شده جنبش آتیست های ایرانی و اکس مسلم در دنیا برگزار شد. عطیه اونجا به عنوان مجری و سخنران حضور داشت و خب تصمیم داریم در آستانه 8 مارس روز جهانی زن به این سمینار نگاهی بکنیم، بررسیش بکنیم و تحلیلی رو هم داشته باشیم. این رو هم بگم که خود مریم نمازی قرار بود در این برنامه همراه ما باشن، متاسفانه دقیقه 90 براشون کاری پیش اومد و خب متاسفانه حالا دیگه مجبور هستیم این برنامه رو بدون مریم نمازی در حقیقت برگزار بکنیم، ولی خب خوشبختانه عطیه اینجاست، حی حاضر، هم میتونه در رابطه با سخنرانی خودش و هم در رابطه با اهمیت برگزاری چنین سمینارهایی و اینکه در آینده چه کارهایی رو میشه انجام داد و باید در دستور کار قرار داد توضیحاتی رو از عطیه خواهیم شنید. اما قبل از اینکه عطیه رو وارد بحث بکنم، اجازه بدید یک ویدیویی که برسات در حاشیه این سمینار برگزار شد از یک هنرمند آوانگارد به نام ویکتوریا گگنهایم، که دوستانی که بحثات دنبال بکنن برنامه های نهاد اکس مسلم و ویکتوریا رو میشناسن. یک آرتیست بریتانیایی هست که با جنبش زن زندگی آزادی و خدا ناباوران ایران بسیار همدل هست، همیشه کنار مریم نمازی هست و در ایونت های مختلف در حقیقت پرفورم های متعددی رو انجام داده و انجام میده. خودش هم به لحاظ کاراکتر و ظاهر خیلی خاص هست. اجازه بدید پرفورمی رو که در این سمینار ویکتوریا داشته در حد 3 دقیقه است ببینیم و بعد برمیگردیم بحث رو با عطیه من پیش خواهم برد. ممنون، بسیار زیبا بود، مرسی از آتوسای عزیز. خب در این بخش از برنامه ما یک شعری رو داریم که ویکتوریا این شعر رو سروده و شعر ویکتوریا رو با همدیگه میشنویم و همچنان با همدیگه هست. This is a poem that Victoria has written for Mahsa. Victoria Guggenheim, you saw her earlier. She's an award-winning artist, performer, body painter. Well. For Mahsa. It was the merest strands of hair on a girl adept at daylight that were wayward signs to these infernal men. جوانه میزنم بروی زخم برطنف، فقط بی حکم بودنم که من زنم چو هم سگا شویم و پا به پا یا هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم. لا 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 بله، این شعری بودش که ویکتوریا برای مهسا گفته بود و در ادامه پرفورمی رو هم که در حقیقت انجام داد ویکتوریا رو دیدیم. اجازه بدید عطیه رو وارد بحث بکنم. عطیه عزیز، خیلی خوشحالم که در برنامه خودت البته حضور داری. کمی از سمینار بگو، چه شد که دعوت شدی، چه اتفاقاتی اونجا افتاد، چه صحبتهایی انجام شد، از خود سمینار یک تصویری به مخاطبین بده که حالا بعدا من سوالات در حقیقت مهمتری در رابطه با محتوای سیاسی که در این جلسه کاور شد رو ازت بپرسم.
ممنون، مرسی. خب برای منم خوبه که یه دفعه من موجود نباشم و به عنوان مهمان در برنامه باشم. من اولش به خاطر اینکه خب ما این برنامه رو کلا این سمینار برای 8 مارس بود و خب این برنامه رو ما در رسانه 8 مارس برای اون داریم تدارک دیدیم، شاد باش میگم 8 مارس رو به تمام کسانی که واقعا باور دارن به برابری و آزادی. و خب میدونیم که از وقتی هم که انقلاب زن زندگی آزادی شد، چطور واقعا زنان در این انقلاب زن زندگی آزادی خط اول این انقلاب بودن و چطور واقعا شجاعانه مبارزه کردن و همچنان دارن ادامه میدن به مبارزاتشون. خب این سمیناری که در واقع مریم نمازی که یکی از مدیران یک سازمان قانون برابر برای همه هست، این سمینار رو سازماندهی کرده بود و تلاشی که مریم نمازی انجام داده بود مثل همیشه بسیار موفق و خب خیلی با برنامه‌ریزی از قبل این کار انجام داده بود. تلاشی که مریم کرده بود این بود که از هنرمندانی استفاده کرده بود که در برای این انقلاب زن زندگی آزادی واقعا تلاش هایی کردن، چه هنرمندانی که شاعر بودن، شعری سرودن، نوازنده بودن، خواننده بودن و یک گروه تئاتری هم که تمام اونها زنانی بودن که از ایران هستن، از ایران اسلام زده. یک تئاتر رو اجرا کردن که این تئاتر هم واقعا یک داستانی داشت که نشون دهنده زن ستیزی قوانین اسلامی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامیه. خیلی تئاتر زیبایی بود، از کارگردان، دستیار کارگردان، تمام بازیگران، همه اونها در این تئاتر زنانی بودن که از ایران اسلام زده اومدن. و خب یک پنلی از اوایل برنامه یک پنلی داشتیم که در اون خیلی ترکیب خوبی مریم نمازی قرار داده بود، ترکیبی از دادخواهی، از جنبش دادخواهی، مرصد قائدی که یکی از نمایندگان و یکی از اعضای جنبش دادخواهی هستش و مهشاد موسوی که ایشون کارگردانی هست که در مورد هنر اعتراضی در انقلاب زن زندگی آزادی توضیحات بسیار خوبی رو دادن. و البته من که از نگاه فکر میکنم یک بعد بزرگی و یک بعد انکارناپذیر و غیر قابل چشم بوشی در انقلاب زن زندگی آزادی، بعد ضد مذهب اون هست که چطور زنان علیه مذهب در این انقلاب واقعا مبارزه کردن و نشون دادن و پراتیک و اکت‌های بسیار قوی و بسیار تاثیرگذاری رو در انقلاب زن زندگی آزادی داشتن که ضد مذهب بود. و میگم در تمام این 45 سال علیه اسلام سیاسی و مذهب مبارزات خیلی زیادی شده، ولی خب دیدیم که چه پراتیکی که در انقلاب زن زندگی آزادی رخ داد رو واقعا تا اون لحظه شاهدش نبودیم و این نشون دهنده این هست که چقدر زنان به درستی متوجه شدن که مشکل از کجاست. و میگم فضای این سمینار اساسا اینجوری مریم سازماندهی کرده بود که یک جشن باشه، به خاطر اینکه خب 8 مارس بود، ولی ما 8 مارس رو در حالی برگزار میکنیم که در قلب یک انقلاب واقعا قدرتمند زنانه هستیم و برای همین هم شرکت کنندگان همه زن بودن، نوازندگان، خوانندگان همه زن بودن، حتی و نوازنده کردی که واقعا دعوت شده بود که صدای بسیار زیبایی دارن، سونا آلان، که ایشون هم یک خانم هستن و دو نوازنده‌ای که همراه ایشون می نواختند هم دو زن هستند که اونها هم کرد زبان هستند و از اون خطه میان. میخوام بگم که ترکیبی که مریم نمازی در این سمینار ترتیب داده بود، همه زن بودن، همه به نوعی اکتیویست بودن و به نوعی از کشورهایی هم بودن که دقیقاً کشورهای اسلام زده هستند، ایران و مثلا از حتی ترکیه، سونا آلام کرد کشور ترکیه هست و همه اونها به نوعی اکتیویست هستن، به نوعی مبارزه کردن با سرکوب ها و تابوهایی که به خاطر اسلام در این کشورها وجود داره و چقدر هم زنان موفقی هستن. خیلی ترکیب سمینار بسیار سمینار شاد، هنرمندانه و میتونم بگم که خیلی غنی بود، این چون به همه زوایای مبارزات زنان
در این سمینار بررسی شد. بسیار عالی. من حالا این ویدیوهایی که بی صدا دارم پخش میکنم رو در حقیقت در کانال نان و گل سرخ مریم نمازی دوستان میتونن برن کاملش رو ببینن، ولی خب همینجوری که تو همین تصاویر و اون پرفورمی که از ویکتوریا پخش کردیم میشه دید، دقیقاً تیپیکال ایونتی هست که مریم نمازی برگزار میکنه دیگه، ساز و هنر و شادی و خیلی رنگ و بوی زنانه و بعد در کنارش اون رنگ و بوی مبارزاتی و انقلاب زنانه جاری رو هم شما میتونید در لایه‌های این سمینار به وضوح ببینید. اما این رو هم بگم که بخشی که عطیه صحبت میکنه رو ما در حقیقت در آخر برنامه کاملش رو پخش خواهیم کرد. دوستانی که تا آخر برنامه همراه ما باشن حتما میتونن که سخنرانی عطیه رو که فکر میکنم حدود 4 دقیقه هست در این سمینار رو هم بشنوند. اما عطیه، تو توی صحبتی که انجام دادی در رابطه با ضرورت کار در حقیقت متشکل در بین خدا ناباوران به خصوص آتیست های زن رو مطرح کردی. این رو داخل پرانتز بگم که عطیه برصورت این برند زن آتیست رو پرچمش رو در دست داره، مقالاتی در این رابطه بارها نوشته و از منظر یک زن آتیست سعی کرده که در حقیقت مطالب و اتفاقاتی که در جامعه میفته رو تحلیل بکنه. حتما به این سلسله نوشته ها من توصیه میکنم که دوستان مراجعه کنن و بخونن. اما تو به عنوان یک زن آتیست اونجا حضور داشتی و گفتی که آتیست های زن باید متشکل کار بکنن. چرا به نظرت اهمیت داره که کار متشکل انجام بشه؟ خیلی نکته خوبیه، بسیار هم مهمه. ببین من میگم وقتی که یعنی این انقلاب زن زندگی آزادی فکر میکنم دیگه با عمل و پراتیک به ما نشون داد که زنان در ایران اسلام زده متوجه شدن که مشکل کجاست و دارن خودشون رو متشکل میکنن و مبارزه پیگیر و هدفمندی رو در پیش گرفتن که این اسلام در قدرت رو از قدرت بندازن و به تبع اون رژیم جمهوری اسلامی رو از قدرت بندازن تا زنان به حقوق واقعی و انسانی خودشون برسن. یعنی این رو متوجه شدن که اگر اسلام در قدرت باشه، جمهوری اسلامی تا زمانی که در قدرته، زنان به حقوق خودشون نخواهند رسید و همچنان مورد سرکوب و شکنجه و تجاوز و اعدام قرار میگیرن. برای همین خیلی مهمه وقتی که ما داریم میبینیم که چطور در ایران اسلام زده زنها وسط خیابون روسریشون رو میسوزونن، وقتی که چطور جلوی اون همه واقعا توهج جمهوری اسلامی، گاردی که جمهوری اسلامی با باتوم و اون همه اسلحه وسط خیابون گذاشته روسریشون رو بر میدارن و اون دختر فریاد میزنه میگه من نمیخوام این کارو بکنم، میخوام ببینم تو میخوای چیکار کنی، به اون گارد داره اینو میگه. وقتی که سپیده قلیان از چند دقیقه بعد از اینکه از زندان میاد بیرون بدون روسری فریاد میزنه خامنه‌ای ضحاک میکشیم زیر خاک، میخوام بگم که وظیفه خدا ناباوران و وظیفه افرادی که ضد مذهب هستن، جنبش خدا ناباوری رو باور دارن و در این زمینه فعالیت میکنن بسیار بیشتره کسانی که در خارج از ایران هستن. باید خیلی متشکل‌تر و خیلی هدفمندتر مبارزه بکنن که مبارزه‌ای رو واقعا خیلی زیباتر به صحنه بیارن و حمایت بکنن از زنانی که در مقابل این توحش جمهوری اسلامی اینطور جسورانه دارن در ایران واقعا مبارزه میکنن و از هیچ چیز نمیترسن، از توی زندان بیانیه میدن، اعتصاب قضا میکنن و هزار تا مبارزه‌ای که واقعا فکر میکنم هر روز داریم میشنویم. بنابراین وظیفه ما که خارج از ایران هستیم و در امنیت هستیم اینه که بیشتر مبارزه متشکل داشته باشیم و به سازمان‌هایی بپیوندیم که واقعا میتونه صدای ما رو نمایندگی بکنه و کجا بهتر از سازمان‌های نهادهای اکس مسلم که میتونه واقعا اون تعریف و اون خواسته و اون مطالبه زنان آتئیست رو در کشورهای اسلام زده نمایندگی بکنه. حالا عطیه سوالی که من می‌خواستم بپرسم و جلو جلو جواب داد، چون میدونم که در این سمینار در رابطه با اکس مسلم و اینکه بر صورت ضرورت عضویت در اکس مسلم عطیه توضیح میده، یه جورایی برامون تبلیغ هم میکنه، دست در نکنه عطیه که در اون حالا سخنرانی که در آخر پخش خواهم کرد حتما این رو خواهید دید. اما به عنوان آخرین سوال ازت در این برنامه میخوام بپرسم عطیه، گفتی که ضرورت داره که عضو یعنی آتئیست ها کار متشکل بکنن و پیشنهاد تو نهادهای اکس مسلم هست برای این فعالیت. چرا اکس مسلم و کمی هم در رابطه با فعالیت هایی که در آینده
نهاد ما انجام خواهد داد توضیح بده و اینکه بر صورت کسی که امروز این برنامه رو میبینه و فرم رو پر میکنه در چند ماه آینده چه ایونت ها و برنامه هایی رو میتونه که باهاش درگیری داشته باشه. خب اکسپوزلم دقیقا من خودم بهتر از اینجا بگم، من خودم به عنوان یک زنی که سالها تحت سرکوب تحت قوانین واقعا زن ستیزانه جمهوری اسلامی زندگی کردم در ایران اسلام زده، از هر جا که شما پا میذارین، از مدرسه، دانشگاه، میخوای کار بکنی، یعنی این قوانین ضد زن میخوره تو صورتت و مانع پیشرفت توه و تو رو واقعا آزار میده تو روابط انسانی، اینکه تو میخوای با یکی با یه دوست پسر داشته باشی و واقعا دوست داری با اون باشی نمیتونی، همه مشکلاتی که هست الان که دیگه توحش جمهوری اسلامی به رنگ ناخون، لاک ناخون زنها و همه اینا داره واقعا اومده و تو اتاقها به اونها دخالت میکنه، برای همین میخوام بگم که باید نهادی رو پیدا کرد، باید سازمانی رو پیدا کرد که علاوه بر این که صدای شماست، نگاهش به جنبش ضد مذهب یک نگاه سیاسیه. نهادهای اکس مسلم، اسلام ستیزی و مقابله با اسلام و مقابله با این اسلام سیاسی رو واقعا یک پروژه و یک موضوع سیاسی میدونن و این خیلی مسئله مهمیه. من فکر میکنم کامیونیتی هایی هستن که آتئیست هستن، فعالیت میکنن، فعالیت های خوبی هم انجام میدن، اما نگاهشون به این موضوع، نگاهشون به سرکوب زنان به واسطه قوانین سیاسی یک نگاه سیاسی نیست. برای همین این خیلی مهمه که شما با نهادی کار بکنین که ضمن اینکه متشکله، ضمن اینکه پروفایل واقعا خاصی داره، ضمن اینکه هدفهای خاصی داره، نگاهش به مبارزه با مذهب، با اسلام در قدرت یک نگاه سیاسیه و این موضوع رو سیاسی تعریف میکنه و اینطور براش برنامه ریزی میکنه. و خب حالا از برنامه های آینده هم گفتی، همونطور که همه علاقمندان و دوستانی که مدیاهای ما رو دنبال میکنن میدونن که اکس مسلم واقعا برای هر مناسبتی کمپین های خاص داره، برای هر سرکوب اسلامی ما دوباره کمپین های خاص داریم، کمپین علیه حجاب اجباری، کمپین روزخاری، روز جهانی ارتداد، روز جهانی کفرگویی و برای تمام اینها ما کمپین میذاریم و فعالیت میکنیم، عکس و فیلم منتشر میکنیم، سمینار برگزار میکنیم، در موردش صحبت میکنیم، مقاله منتشر میکنیم و تمام این کارهایی که میکنیم. و یه نکته خیلی مهم میلاد که به نظر من بسیار این مسئله مهمه، الان اگر این که 14-15 سال پیش مینا احدی اکس مسلم رو بنیانگذاری کرد و یک همچین فعالیت هایی کرد که آدم ها با عکس و تصویر و هویت اصلی خودشون بیان بگن من اکس مسلمم، من دیگه باور ندارم به اسلام و میخوام این چهرم رو همه ببینن، الان شما در انقلاب زن زندگی آزادی شاهد عمام پرانی زنا نبودی، شاهد حجاب سوزان زنا نبودی. میخوام بگم این فعالیت ها، این واقعا کمپین ها، این که چطور شما صداتون رو به دنیا برسونین به عنوان یک فردی که باور نداره به خرافه، به عنوان یک فردی که زیر میز سرکوب قوانین اسلامی زده، بسیار مهمه و شما میتونین از طریق نهادهای اکس مسلم کار بکنین و برنامه ما در همین چند روز آینده کمپین روز خالی. آره ممنون، ببخشید که صحبتتو قطع کردم چون وقتمون کمه. در پایان هم می‌خوایم بر صورت سخنرانی عطیه رو در این سمینار به صورت کامل نگاه بکنیم. ممنون عطیه، خسته نباشی. ممنون از مخاطبین این برنامه که تا این لحظه برنامه رو دنبال کردن. برنامه رو قبل از رفتن لطفاً در یوتیوب حتما لایک بکنید، پادکست برنامه رو برای دوستانتون بفرستید و به قول معروف همونجوری که عطیه هم گفت مدیای اجتماعی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی رو دنبال بکنید برای اینکه به هر صورت در کمپین ها و ایونت هایی که ما سازماندهی میکنیم شرکت بکنید. برنامه بعدی ما روز جمعه است، اون برنامه رو هم از دست ندید. عطیه دوست دارم در رابطه با این شیفت فرهنگی که محشدم بهش اشاره کرد صحبت کنیم و به خصوص این شیفت ضد مذهبی و ضد روحانیت، انتی کلریکالیسم، که مثلا توی انقلاب فرانسه هم دیدیم. مرسی. مرسی، ممنون. من کوتاه میکنم چون خب با هم دیگه سلام علیکمونو کردیم.
اینکه خب من فکر میکنم که ببینین ضد مذهب بودن، خدا ناباور بودن تو ایران و کشورهای خاورمیانه‌ای که اسلام زده هستن خیلی متفاوته با دنیای غرب. این نگاهی که این جنبشی که راه افتاده تو این خاورمیانه که ضد مذهبه بلند شده که سیستم رو بندازه، بلند شده که یک دنیای بهتر رو واقعا بسازه که من فکر میکنم نه فقط برای خاورمیانه، برای تمام دنیا داره این کارو میکنه. و از اون طرف اومده کلن نگاه مذهب رو که دقیقاً این نگاه و این سرکوب مذهبی که هم این که عمرش از جمهوری اسلامی هم خیلی بیشتره که همیشه روی سر زنها بوده در خاورمیانه، اومده دقیقاً این انقلاب زن زندگی آزادی اینو جای درستش گذاشته. یعنی متوجه شده تا مذهب در قدرت از بین نره، تا ما یک جامعه سکولار نداشته باشیم نمیتونیم یک دنیای برابر بسازیم، نمیتونیم همون تبعیض جنسیتی که مرسده ازش صحبت کرد و از بین ببریم. برای همین میخوام بگم این اهمیت اولا زنان، نقش زنان در انقلاب زن زندگی آزادی، بعدش هم این اکت هایی که انجام میدادن و همه ضد مذهب بود، اهمیتش در انقلاب زن زندگی آزادی این بود که ممکنه که حالا تو عربستان هم ما خیلی فعالین آتئیست و خدا ناباور داریم که از عربستان هستن و خب ضد مذهب هستن، خیلی اکتایی هم انجام میدن، ولی اکتی که اون دختر نیکا انجام داد، اکتی که سارینا انجام داد، زیر سیستم میخواست بزنه. این اکت، این نگاه ضد مذهب تو ایران اسلام زده سازماندهی میکنه، یک انقلاب رو سازماندهی داره میکنه و داره خودشو متشکل میکنه که رژیم رو بندازه، عوض کنه همه چیزو، مذهب از قدرت بندازه. و همونطور که مریم یه اشاره کوچیک کرد، آره میخواد مثل انقلاب فرانسه این مذهب از قدرت بندازه، برای اینکه فهمیده توی جامعه ای که زنا بی حقوقن، همه بی حقوقن، تو جامعه ای که زن نمیتونه سرشو بلند کنه کشته میشه به خاطر اینکه دوست پسر داشته، اجازه داده میشه به مردی که بره تحقیق هم بکنه ببینه اگه دخترش رو با سرش رو با داس ببره آیا اونو میکشن یا نه. این نگاهه و اونو باید انداخت از قدرت تا زنا بتونن حق و حقوق داشته باشن. و من فکر میکنم که یک پراتیکی که زنا واقعا کف خیابون تو انقلاب زن زندگی آزادی داشتن، اینو جای درستش بردن و همچنان دارن همطوری پرقدرت پیش میرن و متوجه شدن که اگر با اسلام نجنگیم، اگر اونو از قدرت نندازیم، خودش خود به خود نمیره کنار. و حرف آخر من فکر میکنم باید این باشه که همونطور که خدا ناباورا ضد مذهبا تو ایران دارن اینجوری تازه با اون توحش جمهوری اسلامی میزنه میکشه، بعد مجید رضا رهنورد میاد اینو میگه، میزنه میکشه، بعد اون وقت مثلا سارینا یک همچین کانال یوتیوبی داره، من فکر میکنم که اونایی که تازه خارج از ایران هستن وظیفه‌شون بیشتره و باید متشکل‌تر کار بکنن و خیلی هدفمندتر. و فکر میکنم که اون وقت برای یه زنی که آتئیسته، یه زنی که ضد مذهبه، برای اینکه نهادینه کار بکنه، متشکل کار کنه، کجا بهتر از اینکه صداش رو از طریق نهادهای اکس مسلم برسونه به دنیا که نمایندگی میکنن حرفشو. من فکر میکنم انقلاب زن زندگی آزادی دقیقا اینا رو نشون داد و نشون داد که مذهب جاش کجاست و چطور باید برای اینکه زن به حق و حقوقش برسه از قدرت بیفته. مرسی. خیلی ممنون عطیه.